نقش شاهزاده رضا پهلوی وارث تاج و تخت ایران، نقش یک شخصیت سیاسی که در هر ترازوی ایشون رو در هر کفش بذاریم، اون کفه رو اگر 100 تا از رهبران سیاسی گروه‌های مختلف دیگر رو بذاریم باز ایشون سنگینی میکنه. نقش ایشون با این هدف که فضایی ایجاد بشه تا اون رهبران جمهوری ها، کمونیست ها، مجاهدین، جبهه ملی ها، نهضت آزادی ها و تمام گروه های جمهوری لاییک و سکولار و یهوری و بغلی و بالایی و پایینی بتونند خودشون رو بنمایانند، تمام گروه های سیاسی دیگه در 30 سال گذشته خودشون رو نشون دادند، بلا رو سر ما آوردند، یه عده‌شون به بیرون اومدند، 30 ساله دارن خودشون رو لانسه میکنن، هنوز نتوانستن یک نفر را در بین خودشان به عنوان رئیس جمهور معرفی کنند. خب امروز بعد از 30 سال بر دوست و دشمن این حقیقت کتمان ناپذیر وجود داره، به وجود آمده. شخصیتی همچون شاهزاده رضا پهلوی با سن و سال مناسبی که داره، با وزنه سیاسی که داره، با وزنه تاریخ پدر و پدر بزرگش و شخصیت سیاسی خودش و حفظ موقعیت خودش، تنها شخصیتی است که برای نمایندگی و بازپسگیری کشور میتونه مطالبات جامعه جوان ایران رو نمایندگی کنه. خب مشکل بزرگ ما در برون مرز هموطنان عزیزم، بذارید براتون تشریح کنم چیه. خواهش میکنم، من امروز هدفم اینجا نمیتونم بشینم فقط پول جمع کنم، این کارا رو بلد نیستم که فکر کرده باشم بخوام بیام جیب شما رو خالی کنم، ولی حواستون باشه در حین این که من دارم صحبت میکنم تلفن رو بردارید، کمکاتون رو بکنید. اجازه بدید تا آخر برنامه هم دیگه به این مسئله نپردازم. مشکل بزرگ ما در طول 30 سال گذشته همان گروه ها، همون دسته ها، همون احزاب، همون شخصیت های منفرد سیاسی هستند که مرگ بر شاه گفتند، با اکسکیوز این که نذاشتن ما ماهی سیاه کوچولو رو بخونیم و نمیدونم شاه با امپریالیست آمریکا بزن و به بند داشت و با شاه اینجوری بود و دیکتاتور بود و ساواک داشتیم و این گونه مسائل، آمدن این خبره های سیاسی، این متفکران و اندیشمندان، این ابر روشن فکران ما جلو افتادند، آلت دست و اهرم ابر قدرت ها شدن، خمینی رو آوردن تو ایران. 30 سال کارنامه شون هم دیدیم. اما مشکل اپوزیسیون در برون مرز که ما نتوانستیم به یک ائتلاف برسیم، نتوانستیم به یک همبستگی در مقابل قولی به نام اژدهایی به نام حکومت اسلامی بشیم، همین جمهوری خواهان هستند. چرا؟ مشکل بزرگ گردانندگان اتحاد جمهوری خواهان در طول 30 سال گذشته اینه که خودشون رو به خطا سخنگوی همه جمهوری خواهان میپندارد. واقعا آیا همه کسانی که طرفدار جمهوری اند خواهان حرکت گام به گام و اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی هستند؟ آقای سازگارا، آقای اکبر گنجی، خانم شیرین عبادی، آقایون توده‌ای، آقایون فرخ نگهداری، آیا همه جمهوری خواهان رژیم جمهوری اسلامی رو اساساً به پرسش میکشند و خواهان تغییر آن هستند در کلیت و در تمامیتش؟ 30 سال بدبختی ما همین شماها هستید که یکی به ند یکی به میخ کوبیدید و در واقع چون این رژیم رو فرزند خلف خودتون میدونید، تنها مبارزه شما با نماد و سمبل پادشاهی و طرفداران نظام پادشاهی است. و عجبا
و عجبا که رهبر ما، پادشاه ما، یک شخصیت دموکرات، یک شخصیت سکولار، یک شخصیتی که 30 سال عمر شو در مهد تمدن جهان به سر برده و میبایست روانشناختی و تاریخ و فرهنگ کشورش رو، خصوصا تاریخ 100 سال گذشتهش رو، احزاب و دسته ها و نمیدونم گروه ها و شخصیت های منفرد سیاسی رو، تاریخچه حزب توده، تاریخچه فدایان اکثریت، تاریخچه مجاهدین خلق، تاریخچه جبهه ملی، مصدقی ها، اینوری ها، بازرگانی ها رو به خوبی بدونه و لمس کرده باشه، هنوز که هنوزه ادوایزر ها و دوروبری هاش میگن آقا با اینا و با اینا و با اینا باید بشین. غافل از این که بزرگترین دشمن آنها پادشاهی است، نه حکومت اسلامی. این میسندرستندینگ وجود داره که ما سر جامون هنوز ایستادیم. تفکر به این اندیشه که طرفداران نظام پادشاهی که طرفداران ما هستن، تو سرشون بزنیم با ما هستن، فوششون بدیم با ما هستن، اطلاعیه و بیانیه بر علیهشون بدیم که با ما هستن، تا آخر عمرشون هم چیز خور شدن هستن، بریم با توده ای حرف بزنیم، بریم با خان بابا تهرانی و فرخ نگهدار و داره دسته نمیدونم غفور میرزایی و این و اون و این و اون و اون و شایان نمیدونم شاهین فاطمه مدنی فاطمی و داری شما اینا حرف بزن. 30 سال زدید به کجا رسید؟ اینها دشمن فلسفه و بافت پادشاهی هستند. آقای رضا پهلوی، شاهزاده عزیزم، پادشاه بزرگوارم، نکند خدایی ناکرده اینها به شما در گوشتان گفتن بیایید آقا پادشاهی را کنار بگذارید، یکی دو دوره ریاست جمهوری را بگیرید و بسنده کنیم و بریم کشورمون. شاهزاده شما هم اگر رضایت بدید من نمیدم، چند میلیون ایرانی نمیدن، تمامیت ارضی کشورمون در خطره. ایران بدون پادشاهی یعنی تجزیه. آیا این جمهوری خواهان خواهان سرنگونی رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش هستند؟ آقای فرخ نگهدار هستید؟ حزب کمونیست کارگری شما خواهان تمامیت ارضی ایران هستید؟ آقایون توده‌ای ها، اکثریتی ها، ایکس، ایگرگ، جبهه ملی ها، شما اگر مردم ایران 51%شون به پادشاهی رأی بدن تعظیم میکنید و ملت ایران میگید از گذشته خودمون پشیمانیم، اشتباه کردیم؟ به خدا نمیکنید. بزرگترین مشکل ما ایرانی ها همینه که ادمیت به گیلت نکردیم، برای همین هی تو سرمون خورد. خب در واقع برای بیش از 90% از جمهوری خواهان معقوله جمهوری خواهی از خود و سرشت سیاسی اون تعریف نمیشه، بلکه اتفاقا همان کسانی که از دل و جان خواهان یک جمهوری دموکراتیک و سکولار برای فردا ایران هستند، کاملا نسنجیده معنای جمهوری خواهی رو برای اونها تو قلبشون، تو فکر فروزنشون، فریز شده شون، معنای جمهوری خواهی برای اونها معنی نسلطنت، نپهلویست. کسی از این حرفا به شما نزده تا حالا؟ حقیقت امر اینه. ببینید خیلی ها رو خط میان میگن آقا ما رضا پهلوی رو دوستش داریم، قبولش داریم، بیاد به جمهوری بهش رأی میدیم. این فلسفه بچه های اطلاعاتی رژیم، یعنی پایان پادشاهی و سلطنت. تمام این نشست های سازگاری و گنجی و این و اون و این کتوله های لندن فراهم میکنن همینه، خط بطلان کشیدن رو پادشاهی. برای همینه به من میگن سلطنت طلب، به من میگن نمیدونم رادیکال، به من میگن شاه اللهی. چرا؟ چون ما نمیخوایم این خط بطلان کشیده بشه. خوب حواستون رو جمع کنید. این